در حالی که سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا طی چند روز اخیر در گزارشی به نقض گسترده حقوق بشر در عربستان سعودی به ویژه حقوق زنان و سرکوب آزادی بیان اشاره کرده و همچنین دیدبان بین المللی حقوق بشر در گزارشی جدید اعلام کرده که عربستان سعودی در حال سرمایه گذاری برای میزبانی رویدادهای ورزشی بین المللی است تا سابقه خود را در زمینه نقض حقوق بشر سفید کند. اظهارات تازه رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی تعجب همگان را برانگیخت. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. عربستان در ادعای تعجب برانگیز و غیر قابل باور گفته است بیش از 85% از توصیه‌های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را اجرایی کرده ایم. خانم حلا مزید توجری رئیس کمیته حقوق بشر عربستان سعودی در این زمینه گفت بر اساس چشم‌انداز 2030 بیش از 100 اصلاحات در خصوص حقوق بشر در کشور انجام شده و بیش از 85% توصیه ها در این زمینه را اجرایی کرده ایم. الخلیج آنلاین نوشت التوجری که در جلسه یه سازمان ملل سخن می گفت افزود در سال گذشته میلادی عربستان اصلاحات و تحولات تاریخی و متنوعی را در زمینه‌های مختلف حقوق بشر در چارچوب چشم‌انداز 2030 محقق کرد که شامل همه سطوح از جمله مقننه، قضایی، مجریه و همه موضوعات مرتبط با حقوق بشر می‌شود. وی افزود حقوق زنان و تمکین آنها سهم بیشتری از اصلاحات و تحولات کشور در مدت مذکور را به خود اختصاص داد و در این زمینه بیش از 50 اصلاحات انجام شد. التوجری افزود در خصوص حقوق کودکان و توصیه های ارائه شده در این زمینه طرح ابتکاری محمد بن سلمان برای صیانت از حقوق کودکان در جهان سایبری تصویب شده است. این مقام عربستانی در ادامه گفت از 450 توصیه‌ای که به عربستان در خصوص حقوق بشر شده بیش از 85% از آنها اجرایی شده است. گفتنی است که سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی به ویژه حقوق زنان و سرکوب آزادی بیان تاکید و از اخبار نگران کننده ای از احتمال اعدام برخی از زندانیان در عربستان سعودی در گزارش خود ذکر کرده است. این سازمان در رابطه با دیگر موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی حضور حداقل 52 زن را در زندان‌های این کشور تایید کرده که از جمله در میان آنان زندانیان عقیدتی زن بوده که مقام‌های قضایی برای آنها احکام سنگین زندان با دوره‌های نجومی تا 90 سال تعیین کردند. دیدبان بین‌المللی حقوق بشر هم در گزارش جدید خود اعلام کرد مدافعان حقوق بشر، فعالان و روشنفکران سعودی ضمن تکذیب این ادعاهای دولت مردان این کشور مبنی بر رعایت موازین حقوق بشر تأکید کردند که در قبال این خواسته ها سرکوب و آزار و اذیت بیشتر پاسخ حکومت این کشور بوده، در حالی که ادامه میزبانی رویدادهای ورزشی آینده راهکاری است که زمامداران این کشور به آن توسل جستند تا توجه افکار عمومی دنیا را از اقدامات سرکوبگرانه خود منحرف کنند. علی اکبری، اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باره سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای جوادی، چرا حکومت عربستان سعودی تلاش دارد چهره مدرن و اصلاح گرایانه از خود به نمایش بگذارد در حالی که همچنان به اعدام و زندانی کردن مخالفان خود ادامه می‌دهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز. عرض کنم به دلیل شدت نقض حقوق بشر و جنایاتی که ریشه در تفکر جاهلیتی و بدویت سرزمین حجاز داره، حکومت رو به رفورم هایی آورده که من خواهشم اینه که حتما به این ریشهی که من عرض میکنم دقت بفرمایید. قدرت مطلق در حکومت عربستان دست دولت نیست. بر مبنای تقسیم قدرتی که قبلا بین آل سعود
و آل محمد ابن عبدالوهاب شده، تعدادی از وزارتخونه ها که در رابطه با فرهنگ و دین و قضاوت و آموزش و ارشاد هستن در دست دولت نیست و دولت تقریبا میشه گفت نفوذی روی آموزش و پرورش، دانشگاه ها، وزارت افتاء و ارشاد و قوه قضاییه نداره. اگر شما میبینید اعدام هایی که داره صورت میگیره، واقعا میشه گفت برخیش در اختیار حکومت نیست. جنگ بین فرهنگ و دین و در حقیقت مدرن سازی که اخیراً شروع شده به نظر من قابل توجهه. باید توجه کنیم به این که اگر میبینید که دولت هم داره دفاع میکنه، یعنی حکومت عربستان، آل سعود دارن دفاع میکنن بر مبنای پیمان قدیمیه. بله. و فکر میکنم توضیحات بیشتری میخواد که حالا اگر سوال دیگری هست بفرمایید که منم توی صحبت هم اشاره میکنم. بله. چرا حاکمان این کشور شیعیان کشور خود را در مضیقه قرار دادند؟ ببینید این تفکر، یعنی تفکر رادیکال و جنایتکارانه به معنی میشه گفت وهابیت، در مقابل تفکر برحقشی است و شما هم باید بدونید که به هر حال اینها برای این مأموریت درست شدن. من یه اشاره بکنم با توجه به این که من حدود 30 سفر در قالب کاری به عربستان داشتم، در جریان این هستم و شاید جای خوبی باشه روز تولد ملا علی علیه السلام اشاره کنم که ببینید این نوع تفکر رو ببینید که به چه صورته. چون معتقد بودن که شیعیان، چون بر علیه شیعه درست شده، شیعیان جزء مناسکشون هست که کعبه رو به نجاست بکشن و یادی میکنم از شهیدی که به نام شهید مروه اسمشون شد، به نام مرحوم رضا سریزدی که تقریبا حدود 20 سال قبل از انقلاب به دلیل مسمومیت در حین طواف دچار ببخشید عارضه استفراغ شد و در جا در عرض نیم ساعت آوردن و در مروه گردن زدن. و به یقین میتونم بگم با توجه به تجربیات من، اصلا آل وهاب، یعنی وهابیت و تفکر وهابیت، اعتقادی به این نوع زیارات و شاید بشه گفت ریشه‌ای به اسلام و شیعه نداره. بله. و دقیقاً هم بر علیه شیعه مبارزه می‌کنه. بله. جناب جوادی، آیا راهکارهای مناسب برای وادار کردن حاکمان این کشور به خاتمه دادن و روش‌هایی همچون سرکوب و اعدام وجود داره؟ بله، حتماً وجود داره. به نظرم فعالیت بن سلمان رو باید مثبت ارزیابی کرد، چون در مقابل تفکر وهابیتی هست که چند تا از وزارتخونه های کلیدی رو در ارتباط هستن و در دستشون هست، مبارزه شدیدی دارن در داخل خود نظامشون و این رفرم هایی رو که انجام میدن باید با کمک کردن به نحو روشنگری، فعالیت های فردی و سازمان ها و انجیو هایی که در زمینه حقوق بشر فعال هستن و اطلاع رسانی هایی که انجام میشه و اینکه امیدوار بود که در آینده شاید موفق بشن که با پیروزی بر تفکر وهابی بتونن کارهای مهمی رو انجام بدن. متشکرم از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.